بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم دوستان خوب ما عزیزان فارسی زبان در هر کجایی که هستید از هر گوشه از جهان پهناور که هستید و برنامه خودتان برنامه زنده راوشانا را رو نگاه میکنید به ویژه شما دوستای خوب ما که در کشور زیبای ما کشور افغانستان هستید در سه کشور فارسی زبان افغانستان، ایران و تاجیکستان برنامه خودتان برنامه روشنا رو نگاه میکنید انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشید. بسیار بسیار تشکر میکنم که ما را با لایق دیدید تا با ما باشید. انشالله همراهی هم بکنید تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. امروز چهارشنبه است، 15 قوس 1402 و ما باز هم همچون دیگر روزهای چهارشنبه مهمان خوب برنامه ایمان خانم شریفه علیزاده است اجازه بدین یک سلام و پرسی هم با ایشان داشته باشیم سلام علیکم خانم علیزاده بسیار زیاد خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه ان هر جایی هستین دارای صحت و باشین و روزهای خوبی را رو سپری کرده باشین ان بسیار تشکر از شما خانم, خانم علیزاده اما بینندگان عزیز و محترم در همین ابتدای برنامه شماره تماس برنامه زیرنویس میشه لطفا داشت بفرمایید میتونید که از طریق واتس و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید سوالات انتقاد پیشنهاد هر نکته ای که به ذهنتان رسید و فکر کردید که میتونه در بهبود روند برنامه کمک کنه ما رو بسیار خوشحال میکنید که اگر با ما به اشتراک بگذارید اما موضوعی که در روزهای خدمت شما عزیزان عنوان میشه سی عوامل و آسیب های طلاق از برای و عزیزانی که نه به جمع دوستان ما پیوستند و برنامه رو نگاه میکنن اول از همه از خانم شریف علیزاده بخوایم که یک خلاصه و مختصر از برنامه گذشته بگویند باز وارد بحث امروز شریف میکنم الزاده در خدمت شما ولی بله همطور که دوستای عزیز میدونن و بینندگانی که تازه و جمع ما پیوستند که موضوع بحث ما به طور کلی بررسی عوامل و آسیب های طلاق بود درست. که ما در چه برنامه نخستین آمدیم رو عوامل گب زدیم که چه عواملی باعث ایجاد طلاق میشه عوامل ارتباطی، عوامل روانشناختی، عوامل خانوادگی اجتماعی اینا رو به طور مفصل در برنامه های قبلی صحبت کردیم دوست. بعد از او وارد آسیب ها شدیم که حالا اگر زندگی به بومبست رسید و ختم شد به طلاق چه آسیب ها و پیامدهایی هایی داره ای طلاق در برنامه قبلی رو آسیب های فردی گب زدیم که روی فرد زن یا مرد خانواده چه آسیب هایی میتونه طلاق داشته باشه که به طور جداگانه در برنامه قبلی مفصل در مورد آسیب هایی که به زن وارد میشه آسیب هایی که به مرد وارد میشه صحبت کردیم و امروز میخواییم که در مورد آسیب هایی که طلاق بر اولادا مگذاره بر فرزندان چه اثرات و چه آسیب و پیامدی داره پدیده ی طلاق اینو میخوایم امروز با شما صحبت کنیم بله درسته اگر اجازه بدین خانم الیزابت در همین ابتدای برنامه یک در واقع ماجرای زندگی یک داستان بسیار غمبار که خانم محترم پیش شماره 98 امید. برای ما فرستادن را برای شما و بینندگان عزیز محترم بخوانم باز با توجه به ای شما بحث خودتون را مطرح بفرمایید در پاسخ به ای خانم بزرگوار بعد از سلام خانم محترم گفتند که سی و هفت سال هستم و بالای دو هم زن سوم یک مرد شدم که بیست سال فاصله سنی داشتیم من چون که او تحصیل کرده بود عاشقش شدم و با اینکه پدرم راضی نبود با او عروسی کردم اما شوهرم خرج سه خانه را دادن نمیتونست و فشار زندگی و فقر و فلاکت باعث شد که مهریه ام رو ببخشم و با دو طفل دوگانگی یک بچه و یک دختر طلاق گرفتم الان اولادهایم چهارده سال هستن بچه هست و چه مریض است و راه رفته نمیتونه و دخترم که سالم است از سبا که از خانه خارج می شود تا شام برمیگردد او مرا تن نمی توهین و تحقیر میکند که چرا مرد زندار را شوی کردی و چرا طلاق گرفتی و مهریت را بخشیدی هر روز از خدا طلب صبر و تحمل میکنم ولی نمی شود لطفا بگید با دختر چه کنم قصه ای که شما تعریف کردید شاید قصه خیلی از بینندگان ما باشه خیلی از زنان ما متاسفانه در افغانستان مخصوصا گرفتار ای رقم ماجره ها میشه و واقعا زندگیشان را قصه های تلخ تشکیل میده چرا که از اول یک ازدواج عاقلانه نداشته پیامدهای رو فکر نکرده بین وقتی که شما با یک مردی که زن داره فرزند داره ازدواج میکنین قطعا باید فکر بیشتری داشته باشین مشورت بیشتری داشته باشین که همین زندگی با یک مردی که قبلا ازدواج کرده و همسر از او همزا زیاد مشکلاتی رو خود داشت و باید با یک چشم باز متاسفانه ازدواج های احساسی ازدواج هایی که بسیار در سن پایین مخصوصا رخ میده و هنوز اون تفکر منطقی در فرد شکل نگرفته بود و فقط از روی احساسات خود ازدواج کرده خب این پیامدها را داره و وقتی که باز فرزند داشته باشه اولاد داشته باشه یا آسیب ها دو چندان میشه هم سر از او زن به عنوان مادر فرزندان و هم سر از او فرزندانی که ناخواسته حاصل ازدواج شده و به دنیا آمده و باید بار خطای پدر و مادر را اونها تحمل کنه خب میرسیم به پدیده طلاق که زندگی میشه به طلاق و متاسفانه آسیب های بسیار کلانی به خود ای زن به اولادای از او وارد میشه که میشه این قصه ای که شما تعریف و شاید خیلی از بینندگان ما هم این قصه ها در در کنار زندگیشون برای تجربه کردن شنیدن و این فامیل خود دیدن و واقعا باید تجربه شود و باید بینندگان عزیز توجه کنن که آگاهی کسب کنن به هر طریقی مهم. یک برای شروع زندگی دو اگر زندگی خدای نکردم ختم میشه به طلاق و فکر میکنه که با طلاق مشکلات حل میشه باز به آسیب هایی که پس از طلاق چی بر خودش چی مم. بر فرزندش وارد میشه اینو آگاهی داشته باشه و باقن... و حتی طور که ازدواج باید آگاهانه بله. باشه او طلاق هم باید آگاهانه آگاهان آگاهان باشه نباید طلاق هم مم. باید آگاهانه باشه واشنی داشته باشه باسی پایز من این مزد مهم قبل از اینکه باز شما بیان کنید ای چیزی که به ذهن من رسید همطور که شما فرمودید ازدواج کاملا احساساتی و باز یک طلاق کاملا احساساتی هلیم. که به شرایطی که تو بچه بیمار داری و مریض هسته تو چرا مهریت رو ببخشی؟ و هیچ حقی طلب نکنی این هم کاملا نشان میده که متاسفانه بعد از 14 سال زندگی احتمالا این خانم اوش نگرفته و درس نگرفته هم چون احساساتی طلاق گرفته بله متاسفانه زیاد از رقم ماجرا هست و اما ببینید همطور که بینندگان از این میدنم خانواده یک بستر امنی هست برای رشد همه جانبه انسان بهترین مکان بهترین جایگاه انسان در خانواده داره و این کارکت های خانواده و نقش هایی که خانواده داره از دیرباز مورد توجه جامعه شناسان، روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده درست. و هست وقتی که ای بستر آسیب میبینه اولین کسی که آسیب میبینه خود زن و مرد هست و بعد از او حاصل ازدواج فرزندانی که به دنیا میاد امه. چرا که وقتی که زندگی به طلاق ختم میشه خواسته ناخواسته او اولادها درگیر تضادهای میشه و چون قدرت درک او تضادها را ندارد چرا پدر این رقم رفتار میکنه چرا مادر این رقم رفتار میکنه چرا کس به دنبال کار خود رفت تکلیف سرنوشت ما چی میشه آینده ما چی میشه و من به عنوان یک فرزند خورد نیاز دارم که پدرم که ناریم باشم، باشه مادرم که ناره میشه چرا اینا به پی سرنوشت خود رفت چرا من رها کرد همه اینها سوالاتی هست تضادهایی است که برای یک طفل قابل درک نیست یعنی پدر و مادر ممکنه که این دو نفر کاملا مسئله را ب... بین خودشان حل کرده باشن بله. متوجه باشن ما چرا تصمیم با طلاق گرفتیم ولی بله. بله باید به با اولاد خودشان, بله. خودشان هم توضیح بله. بدن اون ذهن کودکانه یک تفل خب نمیتونه قابل درک نیست برای چی؟ و یا اینکه حتی اگر بدونه خب اینه که قابل تحمل نیست برایشان که بتواند با نبودن مادر و یا نبودن پدر کنار بیاد ای مشکلات و این مشکلاتو که بعد از طلاق وارد میشه وارد زندگی مشترک میشه را خب برای یک طفل بسیار سخت است که بتونه او را تحمل کنه و بسیار زمان میبره مخصوصا دو سال اول طلاق که بسیار سازگاری سخت است برای طفلی که بتونه با پس از طلاق سازگاری ایجاد کنه با محیط جدید با زندگی جدید و با یک تغییری که در زندگی از او رخ داده خب حالا که طلاق رخ داده باشه ما میخوایم ببینیم که چه آسیب های مخصوصا بر فرزند وارد میشه بعد از طلاق ببینید محرومیت فرزند وقتی که تحت سرپرستی دو نفر باشه فرق میکنه کودک یک آرامش داره میدانه که پدر بیرون خانواده از زحمت میکشه لقمه نانی رو میاره مادر در خانه جارو میکنه پاک میکنه و نان پخته میکنه غذای گرم آماده است وقتی از مکتب میایه مادری منتظر از اوست شام میشه پدر میایه خب با روی خوش و دست پر و این کودک میره به استقبال پدر نوازش رو میبینه محبت رو میبینه دست نوازش رو سرش کشیده میشه و میان کلی که دور یک سفره خب نانی میخورن و گب و گفتی میزنن لبخندی دارن شوخی دارن بین هم دیگه و این کودک سیراب میشه از محبت حتی اگر او سفره خالی باشه حتی اگر سفره نان پیازی باشه حتی اگر صفره چه رنگین باشه چه غیر رنگین باشه ساده باشه مهم این است که این کودک پدر را داره مادر را داره خان... سقف گرم و صمیمی را داره فضای خانواده یک فضای که سرشار از محبت است سرشار از نوازش هست. و این کودک خلای عاطفی پیدا نمیکنه و این کودک سیراب میشه از محبت پدر و مادر اما وقتی یک زندگی به طلاق ختم میشه کودکی که میدونه که ش... وقتی از مکتب بره به سمت خانه مادری نیست که دیگر منتظر از او باشه نان گرمی نیست در سفره او بخورد غذای گرمی نیست بر سفره او بخورد پدر میآید خسته کوفته پریشان خشمگین ناراحت و وقتی که میآید یا این طفل کوچک باید بار مادر را بکشد به جای مادر نقش آفرینی کند برای پدر چای درست کند نانی درست کند یا خانه جمع کند یا اینکه پدر علاوه بر اینکه از سر کار میآید باز خست خسته است باز نقش مادر را هم بازی کند باید تازه شروع کند آسین خود بالا کند و آشپزی کند و غذا درست کند و قطعا اون خستگی مفردی سر کار جدا داشته باز خانم نقش مادر رو ایفا کنه ای رو از پا در میاره و گاهی وقتا واقعا تحملش نداره و چه بسا که ممکنه یک فریاد بزنه پرخاشگری کنه مهم. و سر اولاد خود تندی کنه و او را دل خوره و دل آزورده یک میان برنامه رو تشکر بینندگان عزیز و محترم اگر کدام سوال دارید همین الان هم میتونید که از طریق شماره تلفنی که زیر نویس شده با ما به اشتراک بگذارید بعد از میان برنامه برمیگردید اللهم صل على محمد المصطفى عزیز و محترم شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده را رو از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه الزاده با موضوع بررسی عوامل و آسیب های طلاق و در این برنامه آسیب ها و های طلاق بر فرزندان بله. خانم الزاده چه تاثیری متان طلاق و جدای پدر و مادر بر رفتار فرزندان بگذارد بله. فرزندان طلاق معمولا مشکلات رفتاریشون بیشتر از دیگران هست و این آمارها نشان داده که بیشتر مشکلات رفتاری وقتی بررسی میشه از کودکی مشکل دار هست یا به ذهکار هست میبینن که آمار بیشتر نشان میده که بیشتر اینها متعلق به خانواده هایی هستن که هم دیگر جدا شدن ام. و سرپرست تک نفر داره یا پدر یا مادر است خب بیشتر این مشکلات رفتاری یکی از اونها برون ریزی است برون ریزی یعنی چی یعنی پرخاشگری چیزی که هیجانات بدخوی خود بدخویی هیجانات خود کنترل نمیتونه اگر خشمگینه اگر ناراحت اگر عصبی است خیلی سریع واکنش نشان میده ام. و حتی واکنش فیزیکی نشان میده درگیر میشه مثلا یقه میگیره کتک میزنه لتوکوب میکنه و مخصوصا در بین پسرها خیلی بیشتر هست و خب این ای خاطر است که باز در روحیشون تاثیر گذاشته جدای پدر مادر و یا که چون تربیت سعی ندارن هر دو میتونه باشه یا اینکه صحنه های خشونت را در خانواده دیده خب معمولا کسانی که طلاق گرفتن حتما پدر و مادر با هم دیگه درگیری داشتن نزا داشتن قبل از پرخاشگری داشتن ما کنن خانه خب این ای صحنه رو فرزند دیده یاد گرفته وقتی که اونها جدا شدن باز همین از ذهن از ذهن مانده وقتی که ما مابین مثلا مکتب می با هم سینف خب مشکل پیدا میکنه یک درگیری که پیدا میکنه سری پرخاشگری میکنه سری لتوکوب میکنه سری یقه میگیره سری طرف رو میزنه خب میگه چرا مشکل خود ای رقم حل میکنی چرا صحبت نمیکنی چرا خب گپش گوش نمیکنی چی میگه تو چی میگه ولی تماما ختم میشه به خشم و خشونت امه. چرا که در خانواده صحنه ها رو دیده و فکر میکنه که یاد گرفته امه. و فکر میکنه که هر مشکلی در جامعه و پیش آمد باید حتما با خشونت حل کنه خب این بین بچه های طلاق معمولا بیشتر است و یک دیگه نافرمانی و لجبازی معمولا بچه های طلاق لجبازترن حرف گوش نمیکنن خیلی وقتها خب پدر خانواده میآیه میگه که یعنی ما بایی با این بچه خیلی مشکل دارم گپی مرا گوش نمیکنه مثل همین داستانی که شما گفتین که دختر خانواده نه. مشکل داره با مادر و دفرمان نافرمانی میکنه در گپ مادر خود نیست خب اینو ما اگر ریشه یابی کنیم به این خاطر است که و نوعی میخواهد انتقام بگیرد چرا اینا طلاق گرفتن چرا ما تنها شدم چرا ما از حق پدر محروم شدم چرا ما از حق مادر محروم شدم برای اینکه انتقام بگیره سعی میکنه نافرمانی کنه یعنی گپی که مادر میزنه خلا خلاف از او عمل میکنه یا گبی که پدر میزنه خلاف از او عمل میکنه اگر او را هدایت کنه بگه بچه من این کارو بکن این کاری خوبه برعکس انجام میده لجبازی میکنه میگه نه مثلا میگه بچه من مکتب برو آینده استو تو در مکتب است اگر ام. مکتب بری درس بخونه اینجا خوبی داره این برخلاف وقت با خاطر که انتقام بگیره کن ان پدر مکتب رفتن من خوش میه من دوست ندارم نمیرم یا رها میکنه مکتب خدا یا درس نمیخونه بازی گوشی میکنه لج بازی میکنه خب اینها مشکلات رفتاری است که فرزند یعنی فقط به خاطر اینکه مثلا انتقام بگیره بله میتونه انتقام بگیره به خاطری که میخواد که خشم خود اینطوری آرام کنه چون از پدر مادر خشمگینه ام. از پدر و مادر ناراحته دلخوره چرا زندگی رو از او رقم کرده چرا او را از حق داشتن مادر محروم کرده پدر مقصر میدانه یا اگر مادر از چرا او رو از حق داشتن پدر محروم کرد یا مثل این داستانی که شما اشاره کردین چرا با همچین کسی ازدواج کرده که ایزی ای سرنوشه داشته باشه ای چرایی ها باعث میشه که به نوع او مقابله کنه به نوع او انتقام بگیره به نوع او دلخوری خود را جبران کنه لش میکنه نافرمانی میکنه و گاهی پدر مادر گوش نمیکنه نمی و این منجر میشه که وارد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده و مخصوصا در نوجوانی بسیاری از ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی را تجربه میکنه رقم اولاده. چیزی که خانم علیزاده به من مرسایی ای که با توجه به این مشکلاتی که وجود داره نه تنها حالا پدر و مادری که از هم طلاق گرفتند و اولاد دارن باید متوجه باشن کسی که میخواد که با چنین فردی ازدواج کنه که فرزند حاصل از طلاق داره هم باید باشه که احتمالا فرزند ای فرد نسبت به اولادهای معمولی خشونت رفتاری بیشتری داره و اولش شما برونریزی بیشتر داره احتمال لجبازی بیشتر داره باید صبوری بیشتری داشته باشه خوب اشاره کردین وقتی در ازدواج با فرزند طلاق هم باید دقت کنی ولی خب کلی عوامل 100 نیست که ما میگم کلی که بچه های طلاق مشکل دارست است نه بستگی به اون مدیریتی او ت... سرپرستی که با او زندگی میکند یک بستگی دو باز هم ما راهکار داریم آخر برنامه که چی رقم با این بچه طلاق رفتار مم. کرده که آسیب کمتری بینه همه 100 فیصد بچه های طلاق آسیب نمیرن به احتمال, احتمال زیادشون هست که آمار بیشتری دارد درست. ولی باز هم به با اوشیاری پدر و مادر برمیگرده که چگونه با طلاق خودشان کنار آمده باشن و با چگونه فرزند فرزند خدا تربیت کرده باشن که تحمل بار طلاق را داشته باشن درست خب یکی دیگر از آسیب ها و مشکلات رفتاری کودکان طلاق لجبازی را گفتیم نافرمانی را گفتیم و انزوا اجتناب انزوا هست یعنی چی؟ گاهی وقتا بچه های طلاق معمولا منزوی ترند گوشه گیرن ریسک نمیکنن، داوطلب برای انجام کاری نمی ترس دارن از انجام یک کاری مثلا ما و این مکتب وقتی میگه که یک کار رو میخواین شروع کنه بچه ها کی حاضر کار انجام کنه دست خدا بلند نمی کنه حاضر نمیشه کار رو انجام کنه دوری میکنه از فعالیت های اجتماعی داخل مکتب و مدرسه خود و گوشه گیرتر کار به کار دیگران نداره رفیق رفی رفی های کمتری داره دوست داره کسی از زندگی خصوصی از او سر نیاره و شرم مخصوص... داره شرم داره احساس شرم داره. داره و مخصوصا بین دختر آغازی رقمش بیشتر است چون دوست نداره کسی متوجه شود که او پرزند طلاق است ارتباطگیری اجتماعیش ضعیفه دوستان صمیمی کمی داره از فعالیت هایی که داخل مکتب و سینف است گوشه گیری میکنه انزوا داره اجتناب میکنه و شریک نمیشه در فعالیت هایی که داخل مکتب است و یک فرد آرامو و ساکتی است خب یک مشکلات رفتاری و یکی دیگر از مشکلات رفتاری احساس گناه هست که فرزندان طلاق داره چرا گاهی وقتا فرزندان طلاق خودشان را مقصر طلاق پدر و مادر می دانن. مثلا ممکنه وقتی که با مادر خود زندگی میکنه مادر شاید مدام در بخ گوش ازی گفته باشه که بچه من, من به خاطر تو طلاق گرفتم چرا که اگه او پدر تو رو بسیار می میکرد یا پدرت معتاد بود میترسیدیم که تو کلان مثل پدرش شوی یا به این خاطر به خاطر خانم به خاطر تو من جدا شدم خب این بوی سرزنش ها باعث میشه که کودک احساس گناه کنه و فکر کنه اگر او نبود پدر مادرش با هم زندگی میکردن به خاطر از او بوده که پدرش جدا شده یا مادرش جدا شده و این رقم با یک از اونها زندگی میکنه این رقم باعث میشه که یک احساس گناه هم در کودک شکل بگیره یا که مثلا مادر حتی اگر بگویید که مثلا تو پدری توی کار در حق ما کرد پدری تو در حق ما بدی کرد بله. مرا اذیت کرد آزار داد یا پدر بگوی که مادر تو هم چی... بله. زن درستی هم نبود بله. زن خانه و زندگی رو رها کرد و رفت این احساس مسئولیت میکنه این مادر ما بودم و خانم بله. یا وقت... پدر ما بود دقیقا. وقتی ما میگیم که بعضی از بچه ها آسیب کمتری میبینن پس از طلاق همین هوشیاریه قبل از طلاق پدر و مادر میطلبه اگر پدری هوشیار باشه هیچ وقت وچه مادر را جلوی بچه خراب نمی, نمی کنه. کنه. باید بگوید مادر تو بهترین مادر بود مم. مهربانترین بود من با من مشکل داشت نه با توی فرزن و یا اگر این فرزند با مادر زندگی میکند باید مادرش به او بگوید که پدر تو بهترین بود پدر تو, بسیار دوست می خیلی تو رو دوست داشت خیلی تو رو ولی متاسفانه تو چار احتیاط شد مم. و من نتوانستم کنار بیام باید چرا که میترسم مشکلاتمون روز به روز بیشتر میشد <applause> و نباید انگشت تمام اتهامات روی پدر یا مادر بگذاریم متاسفانه خب این فرهنگ ما هست البته خب ببینید در غرب خیلی طلاق هم آمار طلاق بالای خیلی راحت هم کنار میاد خیلی فرزندان راحت کنار میاد چرا که به راحتی توجیه میشن فرزندان به خاطر بود ولی در جامعه سنتی مثل جامعه ما همیشه انگشت اتهام به طرف مقابل هست هیچکس کس خود نمیدونه من مادر وقتی که اولادم با من زندگی میکنه از پدر از جدا باشم مدام سرزنش میکنم پدر تو بد بود فامیلی پدر تو مم. بد بود کاکای تو بد بود و این رقم تمام پدر از او را بود. خوبی ازورا متولدوش طفل بله و یه طف با اینکه خب ما یه فکر کنیم که مم. پدرش هست علاقه داره مم. دوست داره محبت نباید ما ذهنیت از ازورا خراب کنم. چون شاید او پدر با من ناسازگاری داشته مم. ولی با اولاد خود که خوب بوده. و یا بالعکس از او وقتی که یک کودک با پدر خود زندگی میکنه تمام تقصیرها رو با سر مادر از او میندازه که مادر تو بد بود خانواده مادر تو بد بود و و کلی از اونها زیر سوال میبره و انگوش تمام به سمت اونها و خود به قرض میکشه رقم نیست باید شما و اولاد خود توجیه کنین که بچه ما مشکل از ما بود ما نساختیم ما کنار نیومدیم ما نتونستیم اخلاقای ما دم دیگه نزدیک نبود ولی برای تو پدرت بهترین بود و برای تو مادرت بهترین بود درست. این ذهنیت رو کودک خراب نکن من باز تشکر می کنم از شما به خاطر این نکته بسیار مهم که شما برایش اشاره کردین متاسفانه در فرهنگ ما بلی. چون طلاق قطعا یک امر بسیار مزموم و در این شک نیست اون سعی می کنن که با سکوت از کنار این مسئله تر شنن لذا آموزش های صحیح در این زمینه دادن هم شد شاید بسیار به خانوم های جوان ببیجه در مکاتب یا در مدارس آموزش داده میشه یا به آقایان که چطور هم سرداری بکنید چطور ازدواج بکنه ولی که چطور طلاق بگیرید هم یک مسئله است که باید او خانم یا آقایی که بالاخره با... متاسفانه به با هر دلیل به این نتیجه رسیدن یاد بگیرن که حالی که قرار و طلاق بگیرن در بهترین وقت چیکار کنه کمترین آسیب رو ببینن هم خودشان لحاظ فردی و هم فرزندان اونها درست است یک میان برنامه رو ببینیم باز ان در خدمت شما خواهیم بود بینندگان عزیز و محترم بعد از یک میان برنامه, برنامه برمیگردیم سلام مجدد تقدیم به شما بلنده های عزیز و محترم شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید موضوع بحث و گفتگوی امروز ما با کارشناس محترم بررسی عوامل و آسیب های طلاق است و خاصتا امروز آسیب ها و پیامدهای های طلاق بر فرزندان است اگر خانم علیزاده اجازه بدین یک تجربه تلخ که یکی از بینندگان محترم ما داشتن یکی از دوستان ما داشتن را با شما به اشتراک بگذارم و بینندگان باش. ما ببینن و امیدوار هستم که این تجربه های تلخ در بین مردم ما کمتر و کمتر تکرار شود و انشالله یک روزی برسه همه مردم ما اگر که با هم زندگی میکنن یا اگر هم طلاق میگیرن در بهترین وجه زندگی کنند و در بهترین وجه هم بتانن با کمترین آسیب طلاق بگیرن داستان از یک دختر خانم 17 سال است که میگه که وقتی که دوازده ساله بودم همیشه میدیدم که مادرم با من رفتار خوبی ندارد و برادر شش سالم رو بیشتر دوست دارد ولی فکر میکردم چون او سنش کم است و یا چون او بچه است مادرم او را دوست میدارد از این داستان ناراحت بودم ولی یک روز که وسایل پدرم را مرتب می یک طلاق پیدا کردم که مال پدرم بود و مربوط به بعد از تولد من بود و عکس خانوم روی طلاق بسیار شبیه من بود من آنجا متوجه شدم که دختر واقعی مادرم نیستم و علت رفتارهای او چیست آه. بعد از آن بسیار افسرده شدم و انگیزه درس خواندن و زندگی را از دست دادم و تا الان که پنج سال می و به پدرم چیز نگفتم ولی از درون احساس پوچی می و حس میکنم که در این خانه اضافه است واقعا تاسفانه از این رقم داستان ها زیاد هست و به این خاطر که یاد نگرفتن پدر و مادرها که وقتی زندگی و طلاق ختم میشه چی رقم با اولادهای پس از طلاق روبرو بشن چی رقم اونها را درک کنن چی رفتاری با آنها داشته باشن تا آسیب کمتر ببینن یک خب چیزی که همین به ذهن از مرسد. من رسید میخوام این خو... دختر خانم میگفت که خب پده... پدرش بایی نگفته که توی فرزند به طلاق هستی باید میگفته باید بگوی باید میگوی باید بگه ببینین طلاق خب دو فردی که بلاخره بالاخره تصمیم گرفتن که زندگی رو ختم ولی پسند مشترکی دارن خب چی کار کنن اون فرزند که حاصل زندگی هست و مورد محبوب و حمایت هر دو هست همدیل پدر به اون میسوزه همدیل مادر به اون میسوزه باید هر دو کوشش کنن تا این کودک کمترین آسیب رو از طلاق ببینن <applause> یکی اینکه بعد از طلاق یا قبل از طلاق هم که در شروع طلاق هستن با فرزند خود صحبت کنن من با مادر مشکلاتمون زیاد داره همطور که میبینی ناسازگاری داریم و این رقم و میخوایم از همدیگر جدا شویم مادرت میره در خانه پدر کلانت اونجا زندگی میکنه ما و شما اینجا در سر خود هستیم و با هم زندگی میکنیم کودک را کم کم آماده کنه که پدیده به نام طلاق هست جدایی هست ولی ای را به او بگه که بچه من هیچ رابطه تو با مادرت همون رابطه هست مم. همونطور که من دوست داری کنار من زندگی میکنی همون رقم مادرت را باید دوست داشته باشی چرا؟ چون مادر تو رو به دنیا آورده سالها زرج کشیده زحمت کشیده تو رو کلان کرده برخی از پدرها هستن ببینجه باز خانواده های سنتی تا خواهی مرزو فکر میکنن مثل این خانواده که بله. دیگه قط, قط کنن بد قط بله. متاسفانه قط کنن فکر, میکنن فکر میکنن او خانم مثلا این رو بدرا میکنه آه. یا با خود مبرن ببینین باید بگین با, با زبان کودکان خودش ام. و گفتم که خراب نکنین به چه یک را از همون ابتدا بگین که شما مادری داری که بهترین مادر دوستت داره ولی جدا زندگی میکنه به امرای رفته یا برای خود زندگی دیگه میکنه و هر دلیل خانه پدرکلان نیده رفته ولی هر وقت که تو دوست داری مطوره پیش مادرت میبرم و یا اگر او طفل همراه مادر زندگی میکنه باید بگه تو بهترین پدر رو داری ما حالا اگه کوچیک بود یادش نمیاد از پدر رو و باید دارو تعریف کنه و بگه که پدر تو بهترین پدر دنیاست بسیار تو رو دوست داره محبت میکنه اگر دوست داری به هر مناسبتی به هر دل تنگ شده بریم پدر تو رو ببین ببین این حق از کودک نگیریم باید اون نوازش و محبت پدر واقعی خوده مادر واقعی خود رو بچشه از این حق محرومش نکنید متاسفانه در جامعه سنتی وقتی که بعد از طلاق معمولا محرومیت کامل رخ میده که هیچ حق نداره طرف مادر خود نگاه کنه و حتی نام از رو در خانه م. نمیاره و پدر باشم امیر رقم کاملا با فامیل پدر با خود پدر قدر رابطه میکنه یا کاملا با مادر و یا فامیل مادر قدر رابطه میکنه مخصوصا وقتی که باز ازدواج مجدد داشته باشه این فرد خب کودک میفهمه کم کنه مثل همین داستانی که شما چرا مادرم دچار تعارضه چرا با من رفتار یک مادر مهربان را نداره وقتی بعدا خودش متوجه شوه این بسیار آسیب زاشت ولی اگر از اول آمادگی در او ایجاد شوه و گفته شوه این پذیرش پیدا میکنه درست سخته مم. درست است که بالاخره قدرت تحمل کودک پایینه و درک از او از این مشکلات پایین هست ولی بالاخره آسیبش کمتر از این است که ما یک دفعه متوجه شوه مثل این قصه دختری که در داستان شما بود و یا اینکه کاملا او را محروم کنه و او بمانه و خودش کنجکاوی کنه که مادر ما کی بود چه شکلی مم. بود فامیلش چی بود در کجا هست و حتی خیلی وقتا ما قصه ها رو شنیدیم که وقتی کلانتر میشه میگرده به دنبال مادر خود و او پیدا میکنه وقتی که کلانتر میشه میگرده دنبال پدر خود چون نیاز در این خلای عاطفی رو غیر از اون پدر واقعی و اون مادر واقعی کسی دیگه ای پر نمیتونه حتی خانم علزا در تایید حرف شما ما مورد به یادم است که یک خانم و یک آقا و یک دختر از یک خانواده بسیار فقیر یک خانواده آشفته گرفتن پدر موتاد مادر در یک وضعیت بی و وضعیت خانه بسیار خراب بله. اینو گرفتن بزرگ کردن از از طفل خود که بیشتر دوست می داشتن و وقتی این کلان شد فامید که ای پدر مادر که این همه مرا دوست می برای از من خرج کردن بله. و زندگی خودشان را برای از من فدا میکنند پدر و مادر واقعی نیست رفت آنمون نفر معتاد پیدا کرد, و کنار امون نشست بله. ام. بله بله یه حسی که بین بعد بله. بله. اولاد بله با پدر و پدر مادر وجود, وجود, در وجود داره حس خونی که وجود داره خب اینو نمیشه کتمان کرد شما بهترین مادر دیگر رو بیارین و بسیار یک زن خوبی رو با او ازدواج کنین ولی باید کودک آگاهی داشته باشه که این مادر واقعی من نیست بهترین مادر است و او به اختیار خود بگذارید ببینید و او بفهمونید که بچه من من ازدواج کردم این زن ما هست مادر تو نیست ولی اگر تو دوست داری میتونی مادر صداش این بستگی داره به هنر اون زن که چقدر خود در دیل این کودک جای کنه میتونی جای میتونم که مادر تو نیست ولی میتونی مادر صدا کنی اگر خودت دوست داشتی برو مجبور نکنیم از او اون هویت واقعی مادرش کتمان نکنیم که متاسفانه می آسیب میرسانه که یک زمانی متوجه شوه که بسیار دلخور میشه افسرده میشه منزجر میشه از پدر و چرایی هایی که در ذهنش میمانه و حل نشده و این رقم واقعا میشه راهکار وجود داره که بتانیم ما آسیب های طلاق را کم کنیم طلاق کلا آسیب سا هست بله. ما نمیتونیم منکر این واقعیت بشیم ولی راهکار داره که به چه طریقی آگاهانه هوشیارانه بتانیم آسیب طلاق را روی اولادای خود کم و کمتر کنیم و به همین خاطر است که بعضی از فرزندان طلاق هست بیرون موفقیت ها میزن زندگی میکنه مهم. زندگی خوبی داره به خاطری که او پدر و مادر رفتار مناسبی رو با او داشته و اون آگاهی لازم رو به او داده ببینیم پذیرش طلاق خیلی سختتر از پدیدش مرگ پدر و مادر است وقتی که یک کودکی پدر خدا یا مادر خدا به مرگ طبیعی از دست میده اون خلای عاطفی از او میره سر قبرش میره صحبت میکنه پر میشه میدانه داری داشت و مهربان خوب ولی الان زیری خاک است دستش از دنیا کتاست ولی وقتی دلتنگ میشه میرم اون سر خاکش گریه میکنه هم. صحبت میکنه تخلیه روانی میشه ولی وقتی که نمیدانه مادرش کجاست نمیدانه پدرش کجاست میگه خوی پدر واقعی من نیست پس کو پدرم چرا سراغ مرا نمیگیره رابط مرا دوست نداره چرا مرا رها کرده چرا مرا به دنیا آورده ببینی؟ این خیلی سخته عزت نفس خودش به مورد دست عزت نفسش پایین میاد قطعاً اعتماد به نفسش پایین میاد اگر او پدر معتاد اگر او پدر مشکل هر جایی هست پدر واقعیش با اون نشان بدیم بچه می پدر تو هست ولی الان توان زندگی با این رو نداری ما جدا زندگی میکنه جدا زندگی میکنه ولی پدرت هست به هر حال خب ممکنه یک زمانی این کودک بزرگ شوه کمک کنه و ممکنه باعث نجات تو زندگی پدر شوه ولی نباید مخفی کنیم این را خب اینا از مشکلات و آسیبهایی بود که دامنگیر کودکان ما پس از طلاق بارد. می و راهکارهایی که و خدمت شما عرض کردیم که می تانه کمی آسیبهای این مشکلات پس از طلاق کمتر کنه روی اولادهای ما ولی اینا داشته باشیم که ببینین اون خلای که پس از طلاق متاسفانه ایجاد می شود در روحیه کودکان را هیچ کسی جبران نمی تانه. پس سعی کنیم تا جایی که امکان داره به طلاق فکر نکنیم با عجله به سمتش نریم و این رقم نباشه که فکر کنیم که منجی ما نجات دهنده ما از مشکلات طلاق است <applause> بیایم واقعا روی خودمان کار کنیم چه مشکلات من زن دارم چه مشکلات مرد داره برای نجات آینده ای هم فرزندان سعی کنیم که مشکلات خود بشناسیم چون ما قبول نداریم مشکل اینجاست که خیلی از ماها قبول نداریم که مشکل از ما هست. بله. فکر میکنه من بهترین زن دنیا هستم شوهرم بدترین است باز برعکس شوهر فکر میکنه بهترین مرد دنیاست. است همه تمام چیز اشکالات... بر در نهایت خانم علیزاده چون برنامه ها سلسله وار به هم مرتبط است کارشناسان محترم در زمینه های مختلف روانی و روانشناسی صحبت میکنن همه چیز فکر میکنم به همین خود آگاهی برمیگرده که انسان نسبت به خودش آگاه باشه ضعف ها و قوت خودش را بشناسه و بدانه که و بفهمه که مکی کی هستم چه ویژگی هایی دارم چه نقاط ضعفی دارم چه اشکالاتی در رفتار من وجود داره و چه تاثیراتی میتونه بر طرف مقابل من بگذاره و تلاش کنه برای برطرف کردنش درست. هیچ انسان کامل نیست همه ما جای جلقته همه ما قطعا مشکلات روحی داریم ام. مشکلات رفتاری داریم خلاهای های عاطفی داریم ممکنه درست تربیت نشده باشیم پدران و مادران ما مشکلاتی داشتن که باید شما این رقم تربیت شد ولی خب انسان میتونه جبران کنه انسان میتونه خطای خود جبران کنه انسان میتونه رفتار خود تغییر بده چون انسان تا در تمام عمرش در حال یادگیری است خب چه بگم با یادگیری های مثبت بتانیم تغییر رفتار بدیم در جهت مثبت زندگی خودمون تا این درست. کمتر آسیب چرا که بیشتر فرزندان طلاق متاسفانه و به زهکاری و احتیاط رو میارن به این خاطر که کم بوده محبت شدید دارن و این محبت رو فکر میکنم با به با جلب توجه با احتیاط متاسفانه فکر میکنن جبران میشه و او رقم تخلیه میشه متاسف... در حالی که نمیشه در حالی که و... بعد آسیب هایی که متاسفانه ما شاهد هستیم بسیاری از کسانی که به بسیاری از جرایم روی میارن شاهد هستیم که اینا فرزندان طلاق هستن اگر که خب ما زر و مسئله هم داریم که میگه اگر سر سفره پدر مادر خودش کلان میشد این کار نمیکرد خب این نشان است که حضور در یک خانواده یک خانواده سالم یک خانواده ای که تشکیل شده از پدر مادر هر کدام از ستون خانواده هستند در جایگاه خود حضور داشته باشند قطعا تاثیرات بسیار مثبتی برای اولادها خواهد گذاشت پس اگر خانم ملزادم با توجه به گفته های امروز شما که بسیار بر از مرزش معند بود و قطعا برای بینندگان عزیز ما هم همین گونه خواهد بود ما باید اول سعی کنیم که خودمون را کنیم و بعد از او در مرحله ازدواج تلاش کنیم که آگاهانه تصمیم بگیریم بعد از او در مرحله زندگی آگاهانه در کنار همسرمان سعی کنیم که از مشکلات عبور کنیم و اگر خدایی نکرده و طلاق خواست که منجر شوه آگاهانه و هوشیارانه خدای نکرده این طلاق انجام شود و بعد از او آسیب ها برای اولاد ها کمتر شود اگر اولادی از باش ازدواج باقی مانده بسیار بسیار, بسیار تشکر میکنم خانم علیزاده بسیار استفاده کردم خوش. مطمئن هستم که بینندگان عزیز و محترم ما هم بسیار استفاده کردن عزیزان ان برنامه های آینده را هم از دست نمیدید روزهای های چهارشنبه کارشناس ما خانم شریفی علیزاده هستند برنامه گذشته هم در سایت تلویزیون جهانی هادی موجود است و همچنان از طریق یوتیوب و آپارات هم میتونید برنامه ها را ببینید ان ان استفاده هم بکنید نظرات خودتون را از طریق شماره تماس هایی که زیر نویس میشه برای ما بفرستید حتما ذکر کنید مربوط به برنامه روشناست و کارشناس محترم خانم شریفی علیزاده با امر کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم در پناه خداوند مهربان باشید اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد وَآلِ مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ